سلام دوستان عزیز خدا کنه که خوب و من باشین خبر جدیدی منتشر شده است در مورد پروگرام دعوت خانواده به امریکا یا فامیلی ریونیفیکیشن این پروگرام که است با افغان های اجازه میته که مثلا از افغانستان از یک نحوی یک کیس با امریکا خود را رساندن و متباقی فامیلشان در افغانستان گیر موندن توسط همین پروگرام و توسط همی فرم ها میتوانن از افغانستان خارج شوند و خوبی این پروگرامی است که به سرعت عمل میکنه به خاطر که خودشان در ای وبسایت گفته که ما می این به شکل سری انجام میتیم خب من لینک خبر همچنان در بخش دسکریپشن میگذارم شما همچنان میتونین وارد وبسایت شوین و برایش دسترسی پیدا کنین خب در قسمت اول گفته دولت ایالات متحده متحد به کمک به شهروندان خودش و افغان ها در ایالات متحده است تا با اعضای خانواده خود که هنوز در افغانستان هستند بپیوندند در اینجا گزینه هایی از گزینه های مهاجرتی برای پیوستن خانواده ها بر اساس شهروندی و وضعیت مهاجرتی و روش ورود به ایالات متحده شهر داده شده است که در آخر ویدیو نحوه دریافت فرم و مراحل تکمیل آن را که هم برای نشان میدم و همچنان برای هر کاتگوری یعنی کسای کسایی که پرول هستن یا کسانی که ایسایوی هستن به ای افراد جداگانه و مشخص شده فرم است همچون آن او فرما را براتون نشان میتون خب دوستان عزیز افرادی که شامل این پروگرام شده میتوانند عبارت از شهروندان ایالات متحده است کسانی که سیتیزن هستند کسانی که گرین کارت دارند و افرادی که از طریق پروگرام اس داخل امریکا آمدند و کسانی که توسط پروگرام پرول آمدند همه افراد میتونن میتونن به مو فامیلشان کیس پرتن که دایجه دا فرمایشان همچنان است و از طریق امی فرما به شکل سریع آنها را از افغانستان خارج کنند و با هم یک شوند خب دوستان عزیز در گام اول فرایند مهاجرت و اینها قسمی است که برخی از اعضای خانواده ممکن است واجد شرایط برای کمک دولت ایالات متحده به خروج از افغانستان باشد اگر دولت ایالات متحده با خروج خانواده تان در خروج از افغانستان کمک کند تنها و تنها با تایید مقامات مهاجرتی ایالات متحده قادر به ورود ایالات متحده خواهد بود خب دوستان عزیز در این قسمت گفته برخی گزینه‌های مهاجرتی بر اساس وضعیت پرهندگی شامل این گزینه‌ها میباشد بخش اولش است شهروندان ایالات متحده کی شامل ما نمیشه اما باز همچنان اینجا در این قسمت اینها توضیح دادن ممکن از خارجی ها همچنان در افغانستان باشن آنها میتونن همسر فرزندان و والدین شهروندان ایالات متحده را فورا برای مهاجرت به ایالات متحده توسط این پروگرام خارج کنند بخش دومشان که از یا کاتگوری دوم لا پرمننت رزیدنت است مقیمان دائمی قانونی خب اینها دیجه توضیح دادن گفتن که همسر و فرزندانتان که تا سن 21 سال سن داشته باشن اینها را خارج کرده میتونن و پسران یا دخترانشان که مثلا اگه سنشان بزرگم باشه اما اگه ازدواج کرده باشه و نمیتونن یا خوردم باشه اگه ازدواج کرده باشن، و نمیشه شامل و بخش سوم که است بخش کسانی است که توسط کیس های ایسایوی به امریکا رفتن اینها همچنان همسر و فرزندان تا سن 21 سال که از طریق برنامه ایسایوی افغانستان ممکن است برای مهاجرت به ایالات متحده واجد با شرایط باشند و کتگوری چارم که از افراد از مانند ریفیوجی هستن، هستند یا مهاجر و اسایلم یا پناهنده هستند اینها همچنان میتونن همسر و فرزندانتان که تا سن 21 سال عمر داشته باشند از طریق وضعیت پناهندگی یا حق اقامت پناهندگی ممکن است برای مهاجرت به ایالات متحده واجد شرایط باشند و بخش پنجم یا کاتگوری پنجم که از افرادی هستند که از طریق کس پرول وارد امریکا شدن این افراد میتونن که همسرشان را و فرزندانشان را که از سن 21 سال امروشان کم باشه میتونن وارد ایالات متحده با عنوان پناهنده واجد شرایط باشند و اگر شما زیر 18 سال هنگام ورود به ایالات متحده بودید پدر و مادر یا نگهدار قانونی شما یعنی خواهر و یا برادرتان که سن 21 سال داشته باشه ممکن به با ورود ایالات متحده به عنوان پناهنده واجد با شرایط باشد چون بعضی افراد ممکن پدر و مادرش وفات کرده باشه و آنمو نگه دارنده قانونیشان و مو برادر و یا خواهرشان است اگر آنها سنشان از 21 پایین باشه آنها همچنان میتونه شامل باشه میریم برای بخش تزیات بیشتر خب دوستان عزیز مثل که قبلا همچنان ذکر کردم و تان گفتم که هر کتگوری اگر شما از جمله هر کتگوری که باشین برای شما فرم های جداگانه وجود داره که هر فرم آن جداگانه خانه پوری میشه و به طور مثال ما یکی از اینها را به خانش میگیرم که اینها شان چه رقم است اینجا گفته که شما پروسه درخواست ویزه مهاجرت به اعضای خانواده خود را با خانه فوری فرم درخواستی برای اقارب به دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا نمو یو اس آغاز می کنید اگر امی یو امی فرم شما را یا امی درخواستی شما را تایید کنه این وی سی خانواده شما مصاحبه انجام میته و به اسرای وقت تاییدش میکنه و ممکن است شما یک فرم دیگر را بخواید مثلا اینجا گفته فرم آی 864 است که برای تایید فرم حمایت مالی از پیش شما تایید میکنه و همین رقم هر فرم فرم های که اینجا گفته فرم آی از آی 130 است فرمای آی 864 و در پایین همچنان فرمای مختلف وجود داره که هر کنامش به شکل مختلف خانه پوری میشه اما این ویدیو که است ممکن وقت زیادی بگیره ویدیو اول که آماده ساختم گفتم قسم باشه که در کل یک دفعه این پروگرام به شکل معرفی شوه و در ویدیوهای بعدی هر کدام از آنها را من براتون امو هم میارم و دانه دانه هر کدام فرما را با طور نمونه خانه خانم پوری میکنم یا شما همچنان میتونن همراه یک وکیل مهاجرتی در تماس باشید و با فرما جداگانه خانه پوری کنید و با کارتان ادامه بتوین و امید است که با فامیل عزیزتان بس وقت وقت پیوندید و همچنان در یک جمع یک چند دانه فرماست ایره برتان نشان میتونم و خوبی هایش برتان ذکر میکنم و لنک هایش همچنان در بخش دسکریپشن برتان میگذارم که شما همچنان به این فرما مستقیما دسترسی پیدا کنین و نیاز نباشه که سرگردان باشین در اینجا یکی ای از فرما گفته که شما میتونید آنلاین این فرما را خانه کنید کنین از وضعیت کیستان خبر شوین تمام امو مراحل یا اسنادتان دار ایویدنس شما میتونین که آپلود کنین برش ارسال کنن، همه چیز خودتان میتونن چک کنین و از تمام ام... کیس های مراحلتان شما میتونن آگاه شوین که کیستان به کدام مرحله رسیده و در کجا رسیده شما میتونین مستقیما آنلاین تعقیب کنین خب یه است مثلا به از فرم آی یک سری است به تعقیبش فرم بعدی فرم آی 864 است در این قسمت شما بینید هر فرم به شکل پی دی اف است شما میتونین که دانلودش کنین و برای رفیوجی و کسایی که اسایلم هستند ایجا هم فرم آی 730 است خب دوستان عزیز شما میتونین فرمایش همچنان ببینید هر فرم شد جداگانه هم میتونین دانلود کنین و خدا کنه که تا یک حد این معلومات تان که به اشتراک گذاشتیم برتان واضح تر شده باشه و اگر کدام سوال خاصی داشتین در بخش کامنت حتما برام ارسال کنین کوشش میکنم با کومنت باتم و کامنت جواب بتم و همچنان در ویدیوهای بعدی در روز بعدی کوشش میکنم هر فرمه به شکل جداگانه یکی یک یک آن را خودم خانه کنم تا شما همچنان این فرمه را خودتان خانه پوری کنین و بتانین بکی سایتان خودتان دسترسی داشته باشین و با فامیلتان یک جاشر.